هفته پیش بود ششم مارس آقای نتانیاهو این رو بزنم ازش بدم میاد ولی حالا عکسش هم باشه این آقای نتانیاهو توی دانشکده افسری اسرائیل رفته بود یه سخنانی کرد و در شهر حیفا و در این سخنانیش گفتش آقا ما جلوی نفکش های ایرانو میگیریم اگر بخوان اینا حالا ایشون اصطلاح قاچاق آورد که اگر ایران بخواد این تحریم ها رو دور بزنه نفت قاچاق بکنه نیروی دریایی اسرائیل جلوی ایرانو میگیره چه ها چه حرفها چه چیزا جلوی ببخشید نیروی دریایی ما رو میگیره نیروی دریایی ما ارتش ما دیدید دیگه این چند روز چی کار را کرد ناوگروه شستم ایران در آبهای آزاد در خلیج عدن نزدیک تنگه بابل مندب دیدید چه جوری نفکش ایرانی رو نجات داد 300 عملیات ما تو این چند سال گذشته در آبهای آزاد و حتی در اقیانوس اطلس آقای نتانیاهو اجرا کردیم همه موفقیت کلی کشتی چینی و هندی و همه اینا رو ما نجات دادیم تو میخوای جلو ما رو بگیری <تصفح> ارتش شاه میگم ارتش شاهنشاهی درسته ارتش شاهنشاهی ایران چون این ارتش هم ارتش شاهنشاهی سپاه هم سپاه شاهنشاهی ایران بهش میگیم گارد جاویدان ظاهرش جمهوری اسلامیه به اسم جمهوریت به اسم اسلامیت به کام ایران آقای خامنه ای <laughs> عملا به کام ایرانه نگاه نکای به این عقب افتاده های اپوزیسیون یا برخی از حامیان این حکومت که خودشون زدن به اون راه فکر میکنن حکومت اسلامی یا جمهوریه اسمن بله ولی به کام ایرانه <applause> شما میخوای آقای نتانی جده واقعا کشتی ایرانی رو بگیری دمت کن من دیدم سرتی امیر حاتمی یه پاسخ جانانه بهش داده یه مصاحبه داشته من واقعا از این جناب حاتمی خوشم میاد به این چهره نگاه کنید ایشون هم یه ذره ریشش رو بلند بکنه یک چهره کاملا آریایی داره یه چهره رو داشته دقت کنی ریشش رو یه خود بلند کنه موش یه ذره بلندتر بشه انگار که دقیقا عین سربازان حخامنشی و ساسانیست به تو میگم در یک اتوماتیسم تاریخی دوباره ارتش و سپاه ما نقش نیروهای نظامی ساسانی و هخامنشی رو دارن ایفا میکنن به خدا جدی میگم اینها رو همجور رو هوایی حرفامه که خیلی ها رو میسوزونه که بالا هم میشن میرن کلیپ برای من منتاج میکنن انگار یکی داره به من یاد میده نه قربونتون برم ای کاش که واقعا کلیپی که مونتاژ کرده بودن ای کاش که واقعیت بود بعضیها گفتن بخاطر خب بعضی از دوستان که خود از این برنامه سازی اینا سطحشون پایین ولی من فرستادن گفتن آقا این کلیپ واقعیه کلیپی که از من مونتاژ شده که یه آقایی داره به من میگه برو تو برنامه بگو تو اتوماتیسم تاریخی سپاه همون گارد هخامنشی در حقیقت این کلیپ شوربختانه منتاجه ای کاش که واقعی بود میدونی چرا واقعی بوده ای کاش به خاطر اینکه اگر این واقعی بود نشان میداد که در درون ایران این صحبت اینکه اینها میخوان خودشون رو همزار پنداری کنن با هخامنشیان و ساسانیان بلقوه نیست بلکه بلفعله ولی خب شور این کلی واقعی نبود منتاجه ولی اگر واقعی بود خیلی خوشحال میشدم <تصفح> اینجوری دشمن اما اما اینا اینجوری آتیش میگن صورت این جناب سرتیب و امیر حاتمی ببینید واقعا دوست داشتنی و یک چهره آریایی داره آدم افتخار میکنه یه همچین آدمی با این سلابت و با این سطح میهن پرستی یکی از افراد واقعا میهن پرست این جناب سرتی بر امیر حاتمی از ارتشیان سرفرازه و ایشون وزیر دفاع کشوره افتخار میکنم که در وزارت دفاع من چون وزارت دفاع تلفیقی از ارتش و سپاهه من در وزارت دفاع خدمت کردم و خب اون موقعیت ما خدمت میکردیم آقای نجاح صادقی بود فکر میکنم یادم سج... نیست خیلی سالای دور بود یعنی کاش که من سرباز ایشون بودم در اون زمان حیف حال ایشون میگه که پاسخ داد به نتانیاهو میگه اگر چنین قصدی داشته باشن منظورش این چیز هست. این جریانات سحی و اگر قصد چنین کاری رو داشته باشن این موضوع به عنوان یک ناامنی بین و راهزنی تلقی خواهد شد یعنی چی؟ یعنی جناب حاتمی میگه اگر جلوی کشتی ایرانی رو بگیرن به بهانه قاچاق و اینجور چرت این میشه راهزنی دریایی راهزنی دریایی رو ناوگروه شستم ما این بار همچون نافشکنهای بایندور ما چیکار کردن لطا پارشون کردن رو گذاشتیم دیدید دیگه یعنی اگر بشه راهزنی و ما اینو قلمداد کنیم تلقی کنیم به عنوان یک راهزنی دریایی دزدی دریایی میزنیم پدر حساب بچه کشتی های اسرائیل رو در ایشون در ادامه میگه که صورتی که اسرائیل در صدر... آه در صورتی که اسرائیل در صدد جلوگیری از حمل و نقل نفت صادراتی ایران برایت ما توان لازم را برای برخورد با این موضوع را داریم و در صورت بروز محکم به آن پاسخ خواهیم داد محکم به آن پاسخ خواهیم داد محکم پاسخ خواهیم داد این یک تهدید ساده نیست آقای نتانیاهو دست از با خطا کنه جلوی نفت کشای ایران بگیره محکم پاسخ دادن آن وقت خواهد فهمید و باعث میشه که کلی از این ملوانان اسرائیلی مادرانشون ازدار بشن نکنید این کار ما همه انسان های کره زمین رو دوست داریم حتی من به خدا یهود... یهودی حتی سحیونیست رو به عنوان یک انسان دوست دارم چرا خانواده هاشون چرا مادرانشون بخوان ازدار بشن نکن آقای نتانیاهو باور کن در این زمینه ملوانان اسرائیل از ازادار خواهند شد آیا خاتمی شوخی نداره با کسی وقتی اینجوری میگه جدی است ایشون میگه که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ببخشید دوستان برانداز الان میدونم آمپرتون زده بالا یک لحظه سوایی میستن برید سراتون رو بکوبید دیوار یا آبخانکم بخورید بعد ادامه برنامه منو تماشا کنید یک دقیقه رو بگیرم سی ثانیه دیگه زود انجام بدید چون این دوستان برنامه‌ساز خود عصبی میشن قشنگ کله رو برو بزن به دیوار یا آب بخور بعد بشین جلو برنامه چون بهتون نمیگم نگاه نکنید چون شما نمیتونید برنامه های منو نبینید دوستان برنامه‌ساز اینا یه جورایی اصلا وقتی من برنامه میذارم جلوتر از دوستان من میشینن نگاه میکنن به خصوص رضا طلبوا شماها توانی اینو ندارید برنامه من نبینید پس قشنگ با دقت نگاه کنید ولی قبلش یه که یه دونه چه میدونم آرام بخش اینا بزنید دیگه جناب میگه که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران میگه البته ای کاش حالا بگیم مثلا ایران فقط چون این از این هم از این جمهوریت غربی بدن میار هم از این اسلامیت حجازی همون ایرانش قشنگه ایران فقط خطوط کشتیرانی و امنیت آبراهای بین المللی را برای خود و تمامی کسانی که در حوزه مسئولیت امنیتی ما حرکت کنند با اقتدار تامین خواهد کرد جناب حاتمی میگه در آبهایی که دست ماست ما نه تنها کشتی ایرانی هر کشتی دیگری هم که اونجا باشه با اقتدار امنیتشون رو تعمین میکنیم آقای نتالیا بنابراین احتمال درگیری دریایی ایران و اسرائیل وجود دارد تهدیدهایی که کرد هفته پیش آقای نتانیا و پاسخم پاسخ هم ببین این که افتخاره که نیروهای نظامی ما در سطح بینان مللی اینگونه با سلابت اینگونه با اقتدار پاسخ میدن شما این اقتدار رو بذاری در کنار افرادی که در اپوزیسیون مثل خانم مریم رجوی در اون منشور ده ایش بیان کرده که ما ارتش آنچنانی نخواهیم داشت و تمام بحث بمب اتم و اینجور مسائل هم ما نخواهیم داشته, با... نخواهیم داشته باشیم و اون چیزهایی هم که میخواهیم داشته باشیم و زیر نظر آمریکایی خواهیم داشت منشور ده ای خانم مریم رجوی یعنی چی؟ یعنی مثل ژاپن ژاپن درسته که حالا میگن پیشرفت کرده اقتدار نداره که هر چی بخواد بسازه توی ارتشش بایستی آمریکایی یا مستشنان آمریکایی نظارگر باشن یا شما اینو مقایسه کنید با رزیجون جون رزی جون به خودم من خودم در نمیرم همسر گرامیشون بهشون میگه رزی جون حالا امیدوارم حالشون خوب باشه چون ایشون سرطان گرفته بود شنیدم که بند خدا سیناشون هم بریدن اینا خبر ندارم امیدوارم حالشون هم حالا سلامتی ما سلامتی همه رو دعا میکنیم و آقای رزی جون در نشست سال 2014 در دالاس برگشت جلوی این آقایون گلوالیست دالاسی چی گفت گفت من بهتون قول میدم ارتش نداشت باشیم اسلحه نخریم هیچی نداشته باشیم بمب هم نداشته باشیم سباز گذارم لطف میکنید درم ببندید و برگشت اینجوری گفت آقا گفتش که ما میبینم که دوربین اینا این خیلی جالب اومد اوکی اینجا میفهم برگشت گفتش که ما قول میدیم ارتش مقتدر نداشته باشیم هر فاقه رضا پهلوی در نشست دالاس سال 2014 فیلمش من اینا رو با جناب جیسون جورجانی اومدیم تحلیل کردیم حالا بعد یه سری اختلافات عقیدتی اینا پیدا کردیم کاری ندارم ولی واقعا اون برنامه برنامه ارزشمندی بود و جناب جورجانی خیلی قشنگ اون برنامه رو اومد تحلیل کرد خب شما سخنان این اقتداری که در چهره سرتیب امیر خاتمی میبینید و بذارید در کنار این اپوزیسیون پلشتی چون شریعت مداری که از الان میگه دوران حکومت های مقتدر و اقتدارگرایی تموم شده بذارید در کنار حشمت تبرزدی واقعا ببینید یک زمانی بود یه اکسایی رو الان منتشر میکنن عکس شاه رو میزنن مثلا در کنار این آخونده دوزری یا حتی در کنار خود بعد مثلا میان مطرح میکنن واقعا ما خودکشی دست جمعی کردیم سال 57 که شاه و دادیم مثلا خمینی و این آخونده دوزاری مثل خلخالی رو گرفتیم عکس یه جورایی حقیقت ولی یه مشکل داره چون ما ندادیم که بگیریم انقلاب آمریکای 50 هست که داستان تعریزی بود اولین مقصر و آخرین مقصرش هم خود شاه بود که داستانهاش طولانیه نمی‌خوام الان بگم حالا اونو ولش کن بحثم این نیست شما عکس سرتیب امیر حاتمی رو بذارید در کنار خانم مریم رجوی بذارید در کنار رضا پهلوی بذارید در کنار اینا همین چهره مقتدر رو ببینید بذارید در کنار اینا چی رو با چی میخواید عوض کنید این حکومت رو میشه اصلاح ملی کرد ولی اگر عوض بکنیم بریم به سمت براندازی چه اتفاقی میفته کسانی رو میارید که پیشا پیش گفتن ما نمیخوایم ارتش ولی امروز ما یک ارتش قوی داریم یک سپاه قوی داریم نیروهای نظامی مقتدر داریم که اسرائیل زر مفت میزنه سریع جواب میدیم در گذشته اینجوری نبود ما به این شکل جواب بدیم چون نفوزی ها و شوربختانه حکومت کشور ما خیلی تحت تاثیر جریانات سحیونیسی در ایران بود آقایون صهیونیست در ایران در رستشون آقای حیب القانیان پول جمع میکردن در دوران پادشاه فقید با عزیزان بهایی از حجبن یزدانی بگیرید تا آقای حیولا ثابت پاسال اینا زیر همون حکومت زیر نظر همون پول جمع میکنن حکومت هم راضی نبود ساواق گزارش میداد زورش نمیرسید به اینا کلی پول مردم ایران و آقای اسرائیلی آقاین یهودی ایرانی جمع میکنن برای اسرائیل میبردن ساواک گزارش بیچاره میدار از بالا شاه قدرت اینا نداشتش که جلو اینا رو بگیره ولی امروز ما به جایی رسیدیم که ببینید جلوشون داریم تو عرصه بینال المللی می ایسیم. این ارزش داره یه حرف مفت زد گفت جلو نفکش ایران رو میگیرین سری سرتی به امیر حاتمی گفت دهنتو تو ببن بابا جان دهنتو تو ببن. <تصفح> این بخش برنامه رو میمندم و مطمئنم اگر درگیریم توی توی آب‌های آذربایجان الانم که ما ناو سهندمون رفته تو اقیانوس اطلس ما یواش یواش ناوامون رو میخوایم از این اقیانوس اطلس ببریم اون طرف در اولش میخوایم بیایم سمت سواحل آمریکای جنوبی قاره آمریکای جنوبی حالا عزیزان آمریکایی یا ایرانیان آمریکایی شده نترسن منظورم قاره آمریکای شمالی نبود آمریکای جنوبی اول میایم یه خود سمت مثلا این سمت ونزوئلا این کشورهای دوست بعد یواش یواش میایم یه دفعه دیدیم تو آبای آمریکای شمالی هم پیدامون شد ما داریم این کارا رو میکنیم بعد اسرائیل میاد ببخشید ما رو تهدید میکنه جلوی نفت رو نمیگیرین شوخی میکنن <applause> در حال این بخش برنامه رو میبندم راستی به آقای نتانیا بگم اگه خودشونم کشتی تجاری تو منطقه دارن اینا اگر درخواست بدن یه التماسی یه غلط کردن نامه بنویسن شاید بچه های ناوگروه شستوم ایران توی آبهای اون طرف ها که توی خب کانال سوئز و چه میدونم توی همون دریای سرخ و اینا ما یک کارایی داریم میکنیم به یاری اورمزا به زودی توی دریای مدیترانه بیشتر حضور پیدا خواهیم کرد وقتی بندر الحمیدیه در شهر ترتوس سوریه هم دستمون بیفته کامل تو آبهای مدیترانه یه خودی نشون خواهیم داد در کنار روسیه که الان اونجا هستن چندتا اگر میخوایم ما میتونیم امنیت کشتی های هم بر بگیریم آقای نتانیاهو <applause> برای ما شاخبازی در نیار که من میام فلان میکنم ارتش درگاهی اسرائیل اینجوری میکنه شما که کلا آنچنان چیز نیرو دریای قوی ما مثلا لازم باشه اگه خواستید شما بعد فرام یه خود نیرو دریای قوی درست کنید که اگه فردا ایرانیا یک جنگ خیلی بزرگ شو شما چون قراره که رای ندارید فرار کنید که یا صحرای سیناس که اونجا هم که الان دیگه دست مصر فکر کنم همتون بعد خودتون برید دریای مدیترانه دیگه کشتیاتونو برای اون موقع آماده کنید از الان شاخ بازی در نیارید این بخش برنامه رو می‌بندم سپاس